در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله صادق حسینی شیرازی دام از که روزانه با حضور علما فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود یکی از سوال که دوشنبه 23 محرم 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که اگر کسی نظر کند و بگوید برای حضرت عباس علیه السلام فلان کار را می کند آیا نظر او محقق شده یا باید سیقه نظر را به عربی بخواند پاسخ آیت الله لزما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم نظر تحقق پیدا نمیکنه مگر که نام خدا رو ببره حالا لازم نیست الا به عربی باشه یا خاص باشه اگر گفت خدایا اگر حاجت من دادی بلان کار انجام دمی گوسفند میکشم یا زیارت میرم یا هرچی اگه طرف نظر خدا شد این نظر شرعیه و واجب عمل کردنه بشه اما اگه طرف نظر غیر خدا شد گفت یا امیر المؤمنین، یا عبالپرد یا امام حسین صلوات الله علیهم این گفت این واجب نیست اما بده که عمل نکنه که معاهده کرده با یکی از اولیاء خدا عمل نکنه اما واجب شرعی نمیشه که اگه نکرد حروم باشه کفاره داشته باشه در نشست علمی دوشنبه 23 محرم همچنین سوال های مختلف دیگری درباره نظر زوجه بدون اذن شوهر حکم ارتداد غیر شیعه حکم این که بعد از دفن میت متوجه شوند نماز میت اشتباه خوانده شده قاعده الزام و سه طلاق در یک مجلس توجیه روایاتی که میفرماید ماه رمضان همیشه سی روز است پرسیده شد که آیتول الله العظما شیرازی دام از زلو به یکایی یک که سوالها با سه صد پاسخ دادند لازم به ذکر از تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت انواع سوالهای خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى صادق حسینی شیرازی دام میپرسند و پاسخ علمی دریافت می کنند. به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه شش رأس ساعت 12 و 15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید